بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. دستور استعانت برای آن است که خدای سبحان انسان را در یک جهان پررنج آفرید. فقول لقد خلقنا الانسان فی کبد، پس انسان بدون مکابده و رنج نخواهد بود. گذشته از اینکه بدون رنج نخواهد بود، یک سلسله تکلیفاتی هم بر او تحمیل شده است به نام دستورات دین. گذشته از این دستورات دین، یک سلسله سفک دما و افساد پلعرضی هم از طرف طغات روزگار بر انسانهای محروم تحمیل می شود. پس انسانهای عادی از چند جهت در زحمت هست. هم اصل تحصیل معیشت و تهیه وسائل زیست برای اینها آسان نیست، همین که در برابر دستورات الهی باید قدرت تحمل داشته باشند تا تکالیف رو امتثال کنند، و هم این که یه عده مستکبران خوناشان بر اینها میتازند. پس انسان در کبد و در دشواری است. تکیهگاه قدرت هم جز ذات اقدس اله احدی نیست، چون در قرآن هست که فرمود القوت لله جمیعا. این مضمون در قرآن هست، این تمام توان از آن خداست. لذا در سوره مبارکه هم استعانت را هم منحصرا به خدای سبحان نسبت داد، به ما فرمود بگوی ایاک نستعین. پس تمام قدرت از آن خداست و تنها تکیهگاه استعانت انسانها هم باز خداست. منتها راه استعانت را خدا به ما می آموزاند که چگونه از او کمک بخواهیم. فرمود واستعینوا بالله، شما از خدا کمک بگیرید، به خدا استعانت بجویید. استعانت به خدای سبحان یعنی تقرب به خدای سبحان. انسان هرچه به قدرت محض نزدیکتر بشود، کارها برای او آسان می شود. و چیزی که انسان را به اون قدرت محض نزدیک می کند عبادت است، و جزء برجسته ترین عبادت ها صبر و صلات است. لذا هم به ما آموخت که تنها تکیهگاه استعانت شما خداست، بگویید ایاک نستعین. هم به ما فرمود واستعینوا بالله، به خدا کمک بجویید، به سبب خدا مدد بجویید. اما راه استعانت از خدا عبارت از آن است انسان کاری بکند که به مبدا قدرت نزدیک بشود. کاری که انسان را به مبدا قدرت نزدیک میکند عبادت است ولا غیر. در بین این عبادت ها که قربتا الی الله است، یعنی تقربا الی الله القوی القاهر علی کل شیء است، مسئله نماز و مسئله صبر را انتخاب شدند. پس یک جا فرمود واستعینوا بالله، در جای دیگر فرمود واستعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا للخاشعین، یا واستعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین و مانند آن. پس اصل استعانت به خدا برای این ضروری و لازم است که انسان از چند جهت در زحمت است و خود انسان هم ضعیف است، چون خلق الانسان ضعیفا، و تنها مرکز قدرت هم خدای سبحان است که القوت لله جمیعا، و چاره جز استعانت از خدا نیست و راه استعانت هم راه عبادت است. لذا به ما فرمود واستعینوا بالصبر و الصلاة، گرچه خطاب به بنی اسرائیل است اما هرگز مخصوص بنی اسرائیل نیست. یک سلسله تکالیف را متوجه بنی اسرائیل عموما و علمای بنی اسرائیل خصوصا مطرح فرمود. اونگاه فرمود برای امتثال این تکالیف استعانت بجویید. مثلا فرمود اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، وفای به عهد رنج دارد، بدون استعانت دشوار است. یا فرمود اقیم و صلات و آت و زکات ورکعوا مع الراکعین، یا اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، امر معروف کنید نهی از منکر کنید. این مقام دنیا شما را فریب ندهد که آیات الهی را به ثمن دنیایی بفروشید، ولا تشتروا به آیات ثمنا قلیلا. همه اینها را به عنوان امر و نهی به ما آموخت. یه سلسله تکالیف تحریمیه به ما آموخت، فرمود ولا تشتروا به آیات ثمنا قلیلا. یه سلسله تکالیف وجوبیه به ما آموخت که اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. اینها دشوار است، کسی از مقام بگذرد، از دنیا بگذرد و دین را مطرح کند سخت است.
فرمود گرچه این کار سخت است ولی شما با استعانت از خدا پیروز میشوید. راه موفقیت سنن این است و استعینوا بالصبر والصلاه. گرچه انسان خود را فراموش نکند و اول خود را تهذیب کند بعد به تأدیب دیگران بپردازد، کار سخت است، اما این کار سخت را با استعانت به خدای سبحان میتوان حل کرد. لذا راه امتثال این تکالیف را به ما میآموزند که واستعینوا بالصبر والصلاه. پس در بخشی از قرآن کریم فرمود استعینوا بالله واصبروا، در اون قسمت که فرمود استعینوا بالله واصبروا که از زبان موسی کلیم نقل فرمود که استعینوا بالله واصبروا، در اون آیه در عدل استعانت به خدا چیزی ذکر نشد. نمیشد گفت استعینوا بالله والصلاه یا استعینوا بالله والصبر. همونطوری که اصل ذات اقدس احدیت شریک ندارد، استعانت به خدا شریک ندارد. به ما بفرمایند به اینکه واستعینوا بالله وبالصبر یا استعینوا بالله وبالصلاه، این چنین نیست. استعانت به خدا شریک ندارد که در عدل استعانت به خدا استعانت به صوم و صلات و مانند اون باشد، ولی استعانت به صبر شریک و عدیل دارد. لذا در اون آیه فرمود واستعینوا بالله واصبروا، نفرمود استعینوا بالله و به صبر. اما صبر و صلات عدل هم در این آیه که محل بحث است فرمود استعینوا بالصبر و صلات. در آیه 153 همین سوره مبارکه بقره فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و صلات ان الله مع الصابرین. پس اگر دستور استعانت میدهد، یعنی کاری که شما را به اون مبدا قوی نزدیک میکند لله انجام بدید تا نزدیک بشوید. همین طور هم هست، هم راه هست هم مقصد. یعنی انسان هر اندازه که این راه را طی کرده است، درجه از درجات مقصد به او داده خواهد شد. این چه این نیست که انسان وقتی کارها را انجام بده در قیامت پاداش بگیرد. هر لحظه که کار خیر انجام داد به خدا نزدیک بشود، همون لحظه پاداش خود را میگیرد. منتها پاداش نهایی در قیامت است. این چه این نیست که انسان این راه را تا آخر باید طی کند، بعدن به او درجه بدن. این که پیروزی دنیا را نصیب انسان رزمنده میکند برای که صابر است، این یک پاداش فوری است که در دنیا اعطا کرد، البته جزای نهاییش در آخرت است. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین، یعنی در آیه 153 سوره بقره اینجوری فرمود. در آیه محل بحث که فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه، به ما اهمیت این وسیله را هم آموخت. یک وقت انسان میگوید بین که من نماز میخوانم و با نماز از خدا مدد میگیرم و بر مشکلات یاد شده پیروز میشوم، و نماز میخواند و موفق نمیشود. اما خدای سبحان اون نمازی که وسیله پیروزی است در مشقت ها یاد شده مشخص کرد که کدوم نماز است. فرمود نماز بسیار کار سنگین است و انحال کبیرتون، خیلی کار سخت است. فقط خاشعین هم که از عهده نماز برمیان. پس معلوم میشود اون نمازی که به وسیله اون نماز انسان از خدا مدد دریافت میکند نماز خاشع است، نماز غیر خاشع. در این کریمه فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا للخاشعین. یعنی اثر نماز زیاد هست، ولی جز خاشع کسی نمیتواند این سلاح سنگین را حمل کند. در تهیه وسائل جنگ بیرون به ما فرمودند و اعد لهم ما استطعتم من قوه، تا میتوانید با قدرت و با قوت با دشمن برخورد کنید. و این که فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، فراهم کردن سلاح‌های سنگین عامل مؤثر هست و جز رزمنده توانا کسی قدرت حمل اون سلاح‌های سنگین را ندارد. یه انسان نیرومند می‌خواهد که سلاح سنگین را حمل کند، ولی در مسئله جنگ درونی کاملا به عکس است.
فرمود نماز که بهترین وسیله ظفرمندی شماست در مشکلات، یک انسان خاکسار متواضع دل شکسته میتواند این سلاح را حمل کند. تا انسان خاشع نشد نمیتواند به صلات مسلح باشد. نماز بسیار سنگین است، کسی نمیتواند این نماز سنگین را حمل کند مگر یک انسان ضعیفی دل شکسته. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خاشع اون انسان خاکسار زمین افتاده متواضع رو میگن. خدای سبحان میفرماد زمین وقتی که باران نیامد سرسبز و خرم نیست، خاشع است. الم تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. زمین محروم تشنه افتاده خاکسار است و خاشع. وقتی آب گیرش آمد یک رشدی دارد، سرسبز میشود و می خرامد. همون زمین است که الان به صورت درخت در آمده است. همین مواد غذایی و خاکی زمین هست که به صورت گیاه رشد کردن شده، نخل باسق. اون افتادگیش مال آتشش بود، حالا که سیراب شد بالا آمده است. فرمود یک انسان جگر تفتیده دل شکسته می تواند نماز بخواند. اون نماز البته سلاح قوی است. پس اگر چنون که در جنگ با دشمن بیرون به ما گفتن با قدرت برخورد کنید و اعد لهم مستطعت من قوتهم، در نبرد با دشمن درون به ما گفتن با ضعف و دلشکستگی برخورد کنید، چون ادعا سلاح المؤمن یا سلاح البکا، این از اون فرازهای نورانی دعای مبارک کمیل است که رأس و ماله رجا و سلاح البکا. در جنگ با اهرمن درون تنها سلاح برنده همون گریه است و گریه در انسان دل شکسته می کند، یه انسان نیرومند که توفیق ناله ندارد. لذا در این کریمه فرمود این چه نیست که هر کی بتواند نماز بخواند، و این چه نیست که هر کی نماز خوند فوراً بر کارهای دشوار پیروز می شود. یه انسان خاکسار دل شکسته اگر نماز بخواند البته یقیناً پیروز می شود. و نماز جز بر خاشعین یک عبادت سنگین است. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بعضی احتمال دادن که این ضمیر انها به استعانت برگردد، یعنی واستعینوا بالصبر والصلاة، و انها یعنی استعانت به صبر و صلاة، لکبیرتون الا علی الخاشعین. این گونه از ارجاها کم نظیر نیست. و اما به شهادت این که خدای سبحان خشوع را در باره نماز به کار برد، در سوره مبارکه مؤمنون در آیه 2 فرمود که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشع را به نمازگزاران واقعی نسبت داد و خشوع را از آن نماز دانست و نماز در حال خشوع را ستود. ظاهرش این است که این انها به همون صلات برمیگردد، نه به استعانت. البته وقتی به صلات برگشت صبر را هم در بر دارد، چون انسان خاشع است که صابر است. ممکن است ضمیر به صلات برگردد و صبر را هم در بر داشته باشد، نظیر آیه پایانی سوره مبارکه جمعه که فرمود و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، یعنی انفضوا الی التجاره، برای اینکه اون لحو مقدمه تجارت بود دیگه، نفع بود انفضوا الیهما. و ازاره و تجارت نو لحون انفضوا الیها، یعنی الی التجاره. قهرن صدای اون طبل رو که میشنیدن به سراغ تجارت میرفتن و اون طبل شنیدن هم در کنار سرگرمی تجارت مطرح بود. گاهی ممکن است که ضمیر به یکی برگردد و هر دو مراد باشد. شاه دیگری که اقامه کردن همون آیه کنز است که الذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقون نها فی سبیل الله، نفعود ولا ينفقون نهما. این که فرمود الذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقون نها فی سبیل الله، که ضمیر به فضه برمیگردد، به عنوان نمونه است. نه یعنی عدم انفاق فضه محذور دارد ولی عدم انفاق ذهب محذور ندارد، این چنین نیست.
این که فرمود فزه را در راه خدا انفاق نمی کنن، یعنی این مکنوزشون را، این کنزشون را، فزه به عنوان تمثیل است، نه به عنوان تعیین، نه خصوص فزه مراد است، بلکه ذهب و فزه که یاد شد به عنوان مثال زمین را به فزه برگردند. این هم احیانا محتمل است. اما در روایات صبر و مصادیقی تطبیق شده است که یکی از برجسترین مصادیق صبر روزه گرفتن است، نه اینکه مفهوما صبر معنی صوم باشد، اون تطبیق است نه تفسیر. تفسیر با مفهوم و ظهور لفظ کار دارد، تطبیق اون مفهوم را بر مصداق منطبق میکند. نه انسان هر اندازه که صابر باشد مرتبه بالاتر رسیبش میشود، چون من عمل به ما علمه اوتی علم آلم یعلم، هر اندازه که عمل بکند مراحل بالاتر و بالاتر نصیب او خواهد شد. بنابراین این ضمیر انها به صلات برمیگردد، گرچه استعانت به هر دو هم مطرح است و صبر در کنار صلات هم قابل‌تر است، ولی در اینجا ضمیر به صلات برمیگردد، برای اینکه قرآن کریم صلات را طوری معنا کرده است که انسان نمازگزار از همه محذورات رهایی پیدا میکند. بیان ذلک درجه ضعیفه صبر زمینه است برای درجه وسطا و درجه قویه و هاکذا سایر مراتب. قرآن کریم وقتی نماز رو معرفی میکند میفهمد نماز آن است که انسان را از زشتی و منکر باز بدارد. این نصرات تنها عن الفحشاء و المنکر. خب این ناظر به تکالیف است، چون همونطوری که ملاحظه فرمودید انسان از چند جهت در زحمت است که لقد خلق در انسان فی کبد. محذورات دینی را نماز به عهده میگیرد طبق آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. اما مشکلات زندگی را چطور؟ اون شدائدی که انسان با اون شدائد روبروست، اون شدائد را هم نماز تأمین میکند یا نه؟ اون را در سوره مبارکه معارج تا حدودی بیان فرمودن، خصوصیات نماز را مشخص کردن. از آیه 19 به بعد سوره معارج این است که فرمود ان الانسان خلق هلوا. هلو یعنی چه؟ هلو را این آیات بعد تفسیر کرد، فرمود اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان طبعا این چنین است، اگر یه حادثه دردناکی برسد جزع میکند، بیتابی میکند، و اگر یک جریان مسرت بخشی نصیبش بشود انحصار طلب است، نمیگذارد به دیگران برسد، منوع است، نمیداند که اگر منع نکند سخا داشته باشد هم برای خودش میماند هم برای دیگران، اگر منوع باشد هم دیگران را محروم کرده است هم خود را بی بهره میکند. این طبع انسان است. و اذا مسه الخیر منوع، این رنج آور است. انسان طبعا در برابر مشکلات بیتابی می کند، وقتی حوادث گوارا نصیب شد فرصت طلب است و انحصار طلب، منوع است. خب چه کنیم که از این خطر برهیم؟ فرمود نماز بخوانیم الا المسلم. خب نماز چه نقشی دارد که این نقص طبیعی رو برطرف می کند؟ مسلم را در این آیات مشخص می کند که نمازگزاران کیانند. الا المسلمین، مسلمین کیانند؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. این طور نیست که گاهی نماز بخونن گاهی نخونن، نه دائما نماز بخونن. در روایات باب ذکر آمده است که اگر کسی دائما به یاد خدای سبحان باشد و هرگز از یاد خدای سبحان غفلت نکند او جزء کسانی است که دائما در نماز است. اگر کسی گفت خوش آنان که دائم در نمازند، نه یعنی صبح تا غروب نماز میخونن، به استناد این حدیث شریفی که در وسائل ملازمه فرمایید که حضرت فرمود اگر کسی همیشه به یاد خدا بود او دائما در صلات است. البته صلات یک ارکان و شرایط لازم دارد، یک امور مستحب دارد، یک ارقام و اعداد واجب دارد، یک ارقام و اعداد مستحب دارد، مقدارش مشخص است، معمولا 51 رکعت است مانند آن، یه نوافل ذات سببی هم در کنارش است. اما دائما که انسان تو نماز نیست، ولی با روایات باب ذکر و باب صلات در وسائل ملازمه فرمودید معصوم سلام الله علیه فرمود اگه کسی دائما به یاد خدای سبحان بود او دائم الصلات است. الذین هم علی صلاتهم دائمون،
این مسئله صلات. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مثلا نمازگزار کسی است که مسائل مالیش حل شده باشد، نه در مال دیگران طمع نکند بلکه حق دیگران را از مال خود به بپردازد، چون که قدرت سؤال دارد، چون که محروم است قدرت سؤال ندارد. اون آبرومندی که توان سؤال ندارد یک نمازگزار به سراغ او خواهد رفت. این معنای نماز است. مصلین یعنی این گروه. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اون که میپرسد و میگیرد، اون که در اثر عفاف توان سؤال هم ندارد. این گروهی که توان سؤال ندارن همون هایی هستن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. در بخش دیگر قرآن فرمود کسانی که از اوضاع این فقرای آبرومند خبر ندارن خیال میکنن اینا توانگرن، از بس اینا عفیفند دیگران خیال میکنن اینا توانگرن. یحسبهم الجاهل و اغنیا، کسانی که از وضع زندگی اینا بی خبرن خیال میکنن اینا توانگران جامعه هستن. چرا اینقدر از حال اونها بی خبرم و اونها رو توانگر میپندارم؟ ملت تعفف، اونها رو عفت فراوانی که دارن نه اظهار میکنن، نه لباس اونها، زندگی اونها نشانه فقر است. حق معلوم هم صدقات واجبه است هم صدقات مستحبه. اگه کسی صدقات واجبه رو داد و فقر از جامعه برطرف نشد، باز تأمین نیاز نیازمند واجب است، منتها به عنوان واجب کفایی. پرداخت صدقات واجب واجب عینی است، تأمین نیاز نیازمندان واجب کفایی است. این واجب کفایی هم مال همه مطلعین است. اگر کسی از همسایه خبر دارد دیگران خبر ندارند، تأمین همسایه نیازمند بر این همسایه متمکن واجب عینی است نه واجب کفایی، چون دیگران اطلاع ندارند که بر واجب باشد. که مقداری که مقدور انسان باشد باید برسند. منتها فقرهایی که در خود کشور هستن اولای هم، اگر چون که اینها ها تأمین شدن فقرهای مسلمان منطقه دیگه. در جهاد هم همین طور است. همه امور را گفتن و قاتل الذین یلونکم من الکفار، اگر هم خواستی استکبار از پدر بیارید از اول از همسایه ها شروع کنید. بنابراین این چنین نیست که نمازگزار کاری با مردم محروم نداشته باشد. اصلا نمازگزار یعنی کسی که به فکر محرومین است. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. این تکیر و معاد است، وگرنه نمازگزار خب یقینا به قیامت معتقد است. گفتن اونها لازم بود برای اینکه انسان فکر میکرد نماز از زکات جداست، اما گفتن این والذين يصدقون بيوم الدين لازم است برای اینکه این ریشه همه کارهاست. و در همین آیه محل بحث سوره بقره ملاحظه خواهید فرمود که این بحث ها وقتی تحلیل شد سرانجام به مرگ و قیامت ختم می شود. تنها انسانی که از قیامت می ترسد اوست که می تواند اهل نماز باشد، او می تواند اهل صبر و بردباری باشد. حالا ملاحظه فرمود که چگونه همه مسائل به یاد مرگ برمی گردد. در این کریمه سوره معارج فرمود والذین یصدقون بیوم الدین، تنها مسئله قیامت نیست. قیامت البته بهشتی دارد، جهنمی دارد، رفاهی دارد، دردی دارد، ولی فرمود نمازگزار از جهنمش میترسد. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، برای اینکه اکثری مردم با ترس مسلمانند. اگر نبود این برکت جهنم بسیار از افراد از اطاعتها محروم میشدند. این جهنم چه برکت زیادی دارد. لذا بارها عرض شد که سوره مبارکه الرحمن که ایرو گفتن عروس القرآن است، به اعتبار اون ترجیع بندی که در این سوره است و یا لا ربکما تکذبانی که مکرر شده است و اون نظم خاصی که در این سوره مبارکه است، وقتی نعمتهای الهی رو بشمارد و بهشت و درجات بهشت و فواکه بهشت رو بشمارد بفرماد چقدر بهشت جای خوب است، جهنم را بررسی میکنند فرماد چقدر جهنم جای خوب است. حاضی جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. چقدر جهنم خوب است. خب اگر نبود جهنم اکثری ما اهل اطاعت نبودیم. اینه که در دید کلی همون طوری که بهش رحمت است جهنم رحمت است. اون مسهای گداخته و گدازنده را که بر سر جهنمی ها میریزن خدای سبحان او را به عنوان بهترین نعمت یاد میکند. که فرمود شغاز من نار است، نحاس است،
فلا تنتصران، روزی است که احدی به داد شما نمیرسد. به به، چه روز خوبی است. این در اون دید کلی است. این جهان بینی وسیع خداست که به ما میآموزاند، میگوید اون مسهای گداخته که انسان را آب میکند چقدر نعمت خوبی است. این همه آیات الهی هم. البته جهنم در برابر بهشت جای دردناکی است، ولی اگر جهنم نبود اکثری موحدین و مسلمین و اطاعت کننده ها بیراه میرفتن. لذا در این کریمه عذاب جهنم را مطرح میکند، میفهمد والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. باز مسئله عذاب رو گوش داد بخواد که این عذاب ربهم غیر مأمون، کسی امون نامه نگرفت که در بهشت بماند و از جهنم نجات پیدا کند. معلوم نیست پایان کار به چه صورت در میاد. اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بارها عرض بکرد که الهی لا تکلنی الی نفسی طرف عین، هیچ آنی خدای ما را به حال خود ما وانگذار، چون روشن نیست. برای کسی امون نامه نیامده که این شخص در قیامت مسئول است. این عذاب ربهم غیر معمول. اونگاه مسائل عفت را یادآوری میکند، مسائل رعایت حفظ دامن را یادآوری میکند. بعد میفرماید به این که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اونا که عهدشون را و امانتشون را رعایت میکنن اونا نمازگزارانن. اصلا نمازگزار کسی که به عهدش وفا کنه. والذین هم بشهاداتهم قائمون، هم در مقام تحمل شهادت هم در مقام ادای شهادت، رو شهادت های خودشو تکیه میکنن، خواه شهادت هایی که در محاکم مطرح است، خواه شهادت هایی که در مسائل اعتقادی مطرح است. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون. باز بفرماد والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اونا که محافظ نمازن میکوشن که چیزی از نماز فوت نشود. محافظت نماز تنها حفظ وقت نیست که نماز قضا نشود، حفظ نماز است از تشتت حواس، حفظ نماز است از اینکه بی حضور قلب نماز بخواند بمانند آن. پس نمازگزار یعنی کسی که این اوصاف را دارد. لذا خدای سبحان فرمود نماز کار سنگینی است، مگر یه انسان خاکسار، کسی که خاشع باشد، همون زمین افتاده تشنه جگر سوخته را میگن خاشع. الان تر الالارض خاشعتن، حالا وقتی آب گیرش آمده البته سرسبز میشود. فیضا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. پس اگر کسی اهل خشوع بود او اهل صلات است، و اگر اهل صلات بود یقینا پیروز است، هم بر مشکلات روزگار، هم بر دشمن بیرون، هم بر دشمن درون. خب چه کنیم که خاشع بشویم؟ این خشوع از کجا باید یاد گیره؟ فراهم کرد چی عالم خاکسار میکنه؟ چرا در مسائل دشوار اون چه که مطرح است صبر است؟ لذا در همون آیه سوره مبارکه بقره آیه 153 در این حال که مسئله صلات و کنار صبر ذکر کرد فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه، نفهمون ان الله مع المصلین، فرمود ان الله مع الصابرین. در مسائل جنگ، در مسائل رزم صبر بیش از صلات مطرح است. یعنی صلات فضیلت دارد، صبر افضل است، چون صبر غیر از سکوت است، صبر به فرمان خدای سبحان کف نفس کردن است. لذا با اینکه به صلات این همه اهمیت میدهد در آیه محل بحث میفرماید ان النار کبیرتون الا للخاشعین، ولی در آیه 153 سوره بقره نمیفرماید ان الله مع المسلمین، چون در جنگ صبر است که کار پیشون برد، ان الله مع الصابرین. بعد در آیه بعد فرمود ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مسئله جبه و جنگ بود، فرمود مبادا در باره شهدا شما کلمه مرگ اطلاق کنید، بگوید اینا مردن. اون چه که یک رزمنده را پیروز میکند صبر است، لذا صبر مقدم شد در همه این بخشا. و در مقام استدلال هم در آیه 153 فرمود ان الله مع الصابرین. صلات یه عبادت عامه است، اما صبر در حین مشکلات است. در حین مشکل انسان ناچار است صبر کند. بهترین عامل پیروزی در برخورد با مشکلات صبر است. منتها صلات جز برجسته‌ترین عبادات است که همه اون منافع و منابع را در بر داشت. حالا ملازم فرمود که این صبر و صلات را
گاهی به عنوان اهل بیت علیه مسلات و علیه مسلام تطبیق کردم. خب درست است، البته حقیقت سلات اینایین، حقیقت صبر اینایین، ولی این تطبیق است نه تفسیر. این توسل را هم توجیه میکند، درست است. توسل به اینها که در روایات به نبی سیدنا استاد آمده است، صبر و سلات را به اهل بیت علیه مسلام تطبیق کردم. توسل به اینها خودش عبادت است. این یه نحوه تقرب به خدای سبحانه است به عنوان تطبیق. ولی در آیه محل بحث فرمود به این که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی این بار سنگین را جز انسان خاکسار کسی نمیتواند ببرد. در سوره شورا وقتی جریان توحید و دعوت به اسلام را یاد میکند در آیه 13 میفرماید این حرف شما بر مشرکین خیلی سخت است، این کلمه لا اله الا الله گفتن، شهادت به رسالت حضرت دادن، این برای مشرکین بسیار سخت است، نماز بر مشرکین بسیار سخت است، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، این بسیار سنگین است اینا پاشن نماز بخوانند. چرا؟ چون کسی که خود را میبیند خاکسار نی و نماز سنگین را جز انسان خاکسار کسی تحمل نمی کند. این بار را فقط انسان متواضع میبرد، اونم انسان خاشع نه خاضع. چون گفتم خضوع مال جواره است، خشوع مال دل است. جواره که باید خضوع کند احیانا با ریا همراه است، ممکن است انسان تصنعاً گردن رو در صلات کج کند، این که خشوع نشود. ممکن است انسان در برخورد یک حوادث پیش کسی خود را متواضع نشون بدهد، خاضع نشون بدهد. خضوع مال اعضاست، تصنع و ریا پذیر است، اما خشوع مال قلب است، در قلب جا برای ریا نیست. این که گفته شده نیت المؤمن خیر من عمله، چون چیز سنگین تر از نیت نیست. البته افضل اعمال احمدها، هر عملی که سختیش بیشتر است البته افضل است. خب چه عملی از نیت سنگین تر است؟ نیت مثل نماز و روزه نیست که کار آسون باشد انسان بالاخره این 17 حرکت یا 50 حرکت بخواند در ظرف یک ساعت یا کم ذره بیشتر. خلوص نیت مگه چیزی معادل او در دشواری هست؟ پس نیت مؤمن از هر کاری سنگین تر است و رو اصل کلی افضل اعمال احمدها، نیت احمد الاعمال است و احمد الاعمال افضل اعمال است، نیت افضل اعمال است، نیت المؤمن خیر من عمله. خشوع در قلب است و جا برای دینی تصنع و ریا نیست برخلاف خضوع. خب کی دل شکسته است؟ کی آدمو دل شکسته میکنه؟ همون یاد مرگ، یاد قیامت، یاد عذاب که تمام توان انسان از انسان گرفته میشود و تمام اسرار درونی انسان فاش میشود. خب اگر این صحنه در قلب کسی خضوع کند انسان را میلرزاند و خاکسار میکند یا نمیکند؟ این که میبینید ما سخن از من و ما داریم برای اینکه مرگ یادمون رفته. اگر کسی خود را به حالت محتضر ببیند باز سخن از من و ماست یا خاکسار میشود؟ لذا در کریمه فرمود که خاشعین کیانم؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. اون که به یاد مرگ است میترسد و میلرزد، میگد خدا. اون که به یاد مرگ نیست میگد من. تنها عاملی که انسان رو خاکسار میکند یاد مسئله احتضار است، یاد قبر است. ممکن نیست کسی به قیامت معتقد باشد اون مسئله احتضار به بعد را در نظر بیاورد و خاکسار نشود. و اگر خاکسار شد بار صلات رو به خوبی هم میکند. این که فبود الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، این زن یقینا به معنای یقین است، نه زن در برابر یقین. چون زن در برابر یقین که خشوع نمیارد، مزنه که انسان رو خاکسار نمی کند. اون یقین است که انسان رو خاکسار و خاشع می کند. اگه کسی مزنه داشته باشد به خطر بعدی، یه خشوع زنی دارد، یعنی گاهی از گاهی نی، یه خشوع ضعیف دارد. اما خشوعی که بتواند بار نماز رو ببرد که با مزنه حاصل نمی شود. این همه هستی گفتن که گاهی زن بر یقین اطلاق می شود، یا گاهی این یقین که علم قطعی انسان است نسبت به علم خدای سبحان چون ناچیز به شمار می رود، از این جهت یقین انسان را مزنه گفتن. یا خواستن به ما بفهمانن مسئله مرگ و احتضار و قیامت اونقدر دردناک است که مزنهش هم کافی است که انسان را خاکسار کنه، چه رسد به یقین.
چون اگر مزنه این زن یک ادراک ضعیف است، مزنون یه امر قوی است. این همان است که میگویند قوت محتمل به احتمال سرایت میکند. اگه کسی احتمال سم بدهد ولو احتمال بسیار ضعیف، چون محتمل قوی است، قوت محتمل به احتمال سرایت میکند، احتمال تقویت میکند. احتمال ضعیف مسموم بودن این آب انسان را وادار میکنه از این آب بپریزد، ولی احتمال فی غایت ضعف باشد، چون محتمل قوی است. قیامت اونچنان قوی است که یوم یجعل الولدان شیبا، وقتی خدا بفرماید و ساعت و ادها و امر، این داهی از همه داهی ها ادهاست، این تلخ از هر تلخی تلخ تر است، دیگر قابل توصیف نیست برای بشر. مزنه یک همچه عالمی کافی است که انسان خاک سر کند فضلن علی الیقین. لذا روی این نکات فرمودست به این که علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، ولی در آیات قبل بلازه فرمودید متقین کسانی هم که به هم بالآخرت هم یوقنون، یعنی یقین دارن. وقتی خدای سبحان مؤمنین را می ستاید فرمود به هم بالآخرت یوقنون، متقین را می ستاید فرمود به هم بالآخرت یوقنون. اگر یقین نباشد که مقبول نیست. بنابراین زنی که در این کریمه است روی این نکات یاد شده حتما بنا یقین است. یقین احتضار و مرگ و بعد از مرگ انسان را خاکسار می کند، بیش از این یک عامل نیست. الحمدلله رب العالمین.